آشنایی با بردارها و انجام عملیات ریاضی بر روی بردارها. برای تعریف بردارها ابتدا باید بدونیم که یک بردار یک ماتریسه که دارای یک سطر و یا یک ستون باشه. مثلا ماتریس S برابر با 2 1 4، ماتریس Q برابر با -1 0 5. نکته‌ای که وجود داره برای اینکه بخوایم در یک سطر دو فرمان رو بنویسیم یا دو ماتریس رو تعریف بکنیم، با استفاده از نقطه کاما و یا کاما میتونیم این کار رو انجام بدیم. ماتریس بعدی رو تعریف میکنیم، ماتریس V برابر با -6 2 0 8 و 9، ماتریس W برابر با 7 9 -8 و 5. پس از اینتر کردن این سه ماتریس تعریف میشه. همانطور که گفتیم این ماتریس ها چون دارای یک سطح و یا یک ستون هستن، یک بردار محسوب میشه. برای انجام عملیات ضرب و یا هر عملیات دیگر که مخصوص به بردار هاست، بر روی بردارها بدین صورت عمل میکنیم که از فرمان دات برای ضرب داخلی دو بردار، پس از انتر کردن ضرب داخلی دو بردار که یک عدد رو نشون میده، برای نشون دادن ضرب خارجی دو بردار از فرمان کراس، از فرمان نرم که مخفف کلمه نرمال هست، برای نشان دادن اندازه یک بردار نرم S، پس از انتر کردن مقدار اون رو نشون میده. نکته ای که باید در انجام فرمان کراس بدونیم اینه که این فرمان فقط بر روی بردارهایی که دارای سه عضو، در واقع سه ستون هستن، تعریف میشه. یعنی برای بردارهای بیشتر از سه ستون پیغام ارور میده. مثلا کراس V و S ارور. از فرمان لینکس برای نشان دادن تعداد اعضای یک ماتریس یا یک بردار استفاده میکنیم. از فرمان ماکس برای نشان دادن درایه بیشینه، بیشترین درایه یک ماتریس و یا یک بردار استفاده میشه. و از فرمان مین که دقیقا عکس فرمان قبله، برای نشان دادن مقدار کمینه از درایه یک ماتریس استفاده میشه. همونطور که میدونیم ماتریس S بدین صورته که این فرمان بر روی بردارها و همچنین ماتریس ها قابل اجرا. فرمان دیف که فاصله بین اعضای یک بردار و یا درایه های یک ماتریس رو نشون میده، بدین صورت که دیف W، همونطور که مشاهده میکنیم خود بردار W دارای درایه های 7 9 -8 و 5، فاصله بین 9 تا 7، یعنی در واقع 9 -7 برابر با عدد 2، -8 -9 -17 و 5 -8 -8 میشه عدد 13، که فاصله بین درایه های یک ماتریس و یا اعضای یک بردار رو نشون میده. فرمان سام هم در این حالت قابل اجراست. برای اینکه یک بردار و یا یک ماتریس رو به توان 2 برسونیم، نکته‌ای که وجود داره باید این بردار و یا این ماتریس حتما مربع باشه، یعنی تعداد سطرها و ستون‌های اون با یکدیگر برابر باشه. در صورتی که ماتریس S که دارای یک سطر و سه ستون هست رو به توان عدد 2 برسونیم، با پیغام خطا مواجه میشیم، بدین دلیل که این ماتریس مربعی نیست. برای به توان رساندن تک تک درایه های یک ماتریس و یا یک بردار به هر توانی، مثلا توان 2، توان 3، از فرمان توان بعد از یک دات یا یک نقطه استفاده میکنیم. پس از اینتر کردن درایه های اون ماتریس به توان 2 میرسه. طریقه دیگه ای که میتونیم یک بردار رو تعریف بکنیم اینه که مقادیر اون بردار در داخل ماتریس به کار نبریم. مثلا بردار F، پس از مساوی مقدار اونا قرار میدیم.
که این مقدار میتونه به صورت بازه‌ای باشه، مثلا از 1 تا عدد 10، که در گذشته طریقه تعریف کردن یک متغیر رو بدین شکل گفتیم. پس از اینتر کردن این بردار نشون داده میشه. برای این کار با استفاده از فرمان لاین اسپیس هم میتونیم این کار رو انجام بدیم، بدین صورت که بازه اون رو در داخل پرانتز مینویسیم 2 تا 8. در این حالت همونطور که مشاهده میکنیم متغیر جی یا بردار جی بدین صورت تعریف شد که بین عدد 2 تا عدد 8 رو به 100 قسمت تقسیم کرده. فرمان لاین اسپیس فاصله بین بازه‌ای که ما بهش میدیم و به 100 قسمت تقسیم میکنه. برای اینکه بازه رو به تعداد مساوی تقسیم بکنیم و یا به تعداد دلخواه تقسیم بکنیم از همین فرمان استفاده میشه، بدین صورت که در داخل پرانتز عدد اول، سپس پس از کاما عدد دوم و در نهایت فاصله بین عدد 2 تا عدد 8 رو به تعدادی که میخواییم تقسیم بشه وارد میکنیم، مثلا تعداد 10. پس از اینتر کردن بین عدد 2 تا عدد 8 به 10 قسمت تقسیم شد.